برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. فعالیت های دومین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن در چارچوب فعالیت های روز جهانی قرآن کریم با مشارکت مرکز ملی علوم قرآن وابسته به دیوان وقف شیعی در عراق در بین الحرمین در شهر مقدس کربلا از 20 رجب در حال برگزاری است و تا 27 رجب ادامه دارد. مشتاق علی رئیس مجتمع علمی قرآن کریم در آستان مقدس حضرت عباس گفت برگزاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم به همت دبیرخانه آستان مقدس حسینی در بین الحرمین آغاز شده و در این برگزاری این مجتمع علمی مشارکت دارد. یک نهاد حامی رسانه‌های افغانستان اعلام کرد که از زمان تسلط گروه طالبان بر افغانستان نیمی از شبکه‌های رادیویی این کشور تعطیل شده. نهاد غیر دولتی نی که حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان است در اعلامیه‌ای که به مناسبت روز جهانی رادیو منتشر کرده نوشته از این روز در افغانستان در حالی تجدید می‌شود که نزدیک به نیمی از رادیوها در افغانستان غیر فعال شدند. همزمان با اعیاد رجبیه، کمک‌های نقدی توسط دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامذله در شهر مزار شریف در شمال افغانستان در میان صدها خانواده نیازمند و یتیم پرداخت گردید. این اقدام نیکوکارانه و بشردوستانه در روز دوشنبه 22 رجب العصب 1444 هجری وزیر نظر حجت الاسلام المسلمین شیخ محمد رحمانی وکیل آیت الله العظمی شیرازی در افغانستان توضیح گردید. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامذله در شهر مقدس کاظمین نشستی با حضور جمعی از فعالان فرهنگی، دانشگاهیان و خادمان حسینی برگزار کرد. حاضران در این نشست در رابطه با آخرین تحولات کشور عراق، شعائر حسینی و فعالیت‌های لازم در ایام شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام گفتگو کردند.